منبع الهام هر فیلمساز متفاوت هست. عده‌ای کتاب و رمان میخونن تا اقتباس کنن نوشتن فیلمنامه رو از اون، عده‌ای صفحه حوادث روزنامه ها رو دنبال میکنن، یه عده‌ای سفارش میگیرن از تهیه کننده و فیلمی رو میسازن و روش های مختلف دیگه. برای شخص خود من شاید موضوعات و موقعیت ها هستن که منو انتخاب میکنن، نه من اونا رو. اون چیزی که ذهنم رو به خودش مشغول میکنه بعد از مدتی و رها نمیشم، خودش مهمترین مایه الهام ایده هست برای ساخت فیلم. ولی نه به این معنا که الزاماً تمام این درگیری های ذهنی و انجام همه پروژه های پژوهشی هم حتما منتهی به ساخت فیلم میشه، نه، خیلی موقع هم نمیشه. ولی برای من این زمان ها زمان های از دست دادن نیست. یعنی اینا رو فکر نمی کنم که من 6 ماه انرژی گذاشتم برای پژوهش روی فلان موضوع و به نتیجه نرسیدم. نه، حتما این تجربه ها، این رویارویی و نزدیک شدن به موضوعات جای دیگری منبع الهامی میشه برای یک کار دیگه. گاهی از دل همین موقعیت های ساخته نشده یک کارکتری سر در میاره در یک قصه دیگه. آبچی گیلنه گم انگار اسماعیل هم فهمیده ها. چه بدی داره که داداش سم ببره؟ تو چرا تنها بمانی؟ تازه بچم بابا بزرگ میخواد، میگه یه دایی‌ام کمه، 3 تا خاله میخواد. هیا کن دختر، گوشوارای خودتم که انداخته بودی. حالا سرشید دید اگر بخوام براتون مصداقی بگم، میتونم فیلم گیلانه رو بگم. سالها بعد از وقوع جنگ، خب طبیعتاً در دوران جنگ ساختن فیلم چیزی نبود که ذهن منو مشغول کنه. نه اینکه جنگ موضوع کم اهمیتیه، ولی لازمه اون دوران ساختن فیلم های حماسی بود که فقط از اون زاویه ترغیب و تشویق کنه کسانی که در جبهه ها داشتن مبارزه میکردن. ولی سالها بعد از اون موضوعی که به شدت من متوجه خودش کرد این بود که جنگ تموم شد، پیامدهای جنگ، نمیدونم، حتی ساختمون ها هم ساخته شدن، ولی بقایای جنگ یک سری رزمنده جانبازن و در کنار اونا دختران و همسرانی که همچنان دارن می جنگن. یعنی با پرستاری، با مراقبت از اون فرد جانباز، همه خودشون آسیب‌های جدی جسمی دیده بودن. اغلب زنان رزمنده ها که در پژوهش باهاشون روبرو شدن مشکلات ستون فقرات داشتن. درصدی، به قول خودشون میگفتن، اگر مارم معاینه بکنن درصدی از معلولیت و جانبازی داریم. یعنی این موضوع آنچنان درگیرم کرد که فیلم گیلانه ساخته شد. پسر جان بیداره بی صبحانه تو رو بیارم من قربان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسفند و اسفندونه، اسفند 130 دونه، بتره که چشم دونه، بتره که چشم حسود. قربان تو برم، این دون تو رو ناراحت کرد عزیز؟ تو خنده قشنگ قربان بشم، این زلفان قشنگ تو قربان شم، سلامتی تو رو ببینم انشالله. فیلم مستند داستانی روایت شخصی کاملا برگرفته از یک موقعیت خاص بود. یعنی شروع کرونا هممونو به قرنطینه کشونده بود. من به اتفاق یه جمعی از دوستانم کمپینی برای تهیه و تامین تجهیزات کادر اول درمان به راه انداختیم و از طریق فضای مجازی شروع کردیم فعالیتی رو شکل دادن که به نقاط مختلف کشور
تجهیزات درمانی میفرستادیم. ایده اصلا از اینجا شروع شد. ما یک صفحه‌ای در اینستاگرام داشتیم، انبوه راش‌های زندگی آدم‌ها در قرنطینه تو اینترنت نشون داده میشد. ورزش میکردن، آشپزی میکردن، کارهای مختلف میکردن. ولی برای من این مهم بود که مردم، یعنی مردم و ما، خودم و اولین اتود خودم کردم، این که ما چی فکر میکنیم نسبت به این شرایط، نسبت به این موقعیت، جدا از کارهای روزمره که در قرنطینه میکنیم، واقعا چی فکر میکنیم. قرار بر این بود که کلیپ های کوچکی به اسم حال خوب بسازیم، در اون کانال اینستاگرامی بذاریم. خب بعدا این ایده کار میبرد، به درد یک کار سریع سهل الوصول جواب نمیداد. کم کم این ایده پرورونده شد و تبدیل شد به روایت شخصی. و اینکه در دوران کرونا که نمیشد دوربین رو بیرون برد و نمیشد با دوربین وارد جایی شد، من تجربه فیلمسازی از راه دور کردم، یعنی با یک سری کاراکتر اینا رو از طریق فضای مجازی هدایتشون میکردم بر اساس موقعیت خودشون و اونا فیلم میگرفتن و به هر حال حالا فیلم ساخته شد، چون هنوز دیده نشده توضیح بیشتری نمیخوام بگم. میخوام بگم که اون چه که ایده رو برای من شکل میده، اون شرایط و موقعیت خاص نه فقط تاریخی، اجتماعی و یا فرهنگی هست و وقتی ذهنم درگیرش میشه حتما یک راهی براش پیدا میکنم. اگر بر سر ساخت اون کار موانعی که طبیعتا منم مثل هر سینماگر دیگه هزار مانع دارم برای فیلم سازی، باز میگم این تجربه های نیمه تمام و به حساب زمان از دست رفته نمیذارم، اینا رو به حساب تجربیاتی میذارم که حتما به یه شکل دیگه در یک جای دیگه به کارم میاد. به همین دلیل خیلی برام جای تعجب داره وقتی یه عده میگن کی فیلم میسازین. من همیشه دارم فیلم میسازم، حتی موقعی که پشت دوربین نیستم. روزهای قرنطینه، روزهای بد، روزهای خوب، روزهای ترسهای بزرگ، دلخوشیهای کوچیک، روزهای برگشتن و زندگی رو دوباره دیدن، زندگی که از کنارش گذشتیم و فقط دیدیم، نگاهش نکردیم، کارهای نکرده، راه‌های نرفته، کتاب‌های نخونده، محبت‌های ابراز نشده، احترام‌های به جا آورده نشده. من فکر می‌کنم دنیای پس از کرونا دنیای بهتری خواهد بود. دنیایی که با زمین آشتی خواهد شد. دنیایی که آدم‌ها همدیگر رو جور بهتری می‌بینن. دنیایی که چشم ها شسته میشه و زندگی ساده تر دیده میشه. دنیای پس از کرونا حتما برای بچه ها و نوه های ما دنیای بهتری خواهد بود، حتی اگر ما نباشیم.